سلام خدمت دوستان عزیزم و امام سالم و سلامت باشین و از همه مهمتر حال دلتون خوب باشه خب دوستان بریم سره یه موضوع بسیار مهم و دوره صحبت کنیم ادامه موضوعی که این همه وقت درباره زندگی صحبت کردیم یکی از مهمترین چیزهایی که حتما باید ما تو زندگیمون رایت کنیم و احترام بذاریم تصمیمهای خودمونه یعنی ما نیازی به تعییدیه هیچ کسی نباید داشته باشیم از تصمیم هایی که میگیریم نباید بترسیم و تا آخرش باید پای تصمیم وایسیم منظورم چیه؟ یعنی تا, اونج... تا اون موقع و تا اونجایی که به کسی صدمه نمیزنیم برای مثال نمیتونیم شما با سرعت بسیار بالا رانندگی کنیم بگین آقا من تصمیم گرفتم روز سری رانندگی کنم به کسی هم ربطی نداره یا ضبط ماشین تا تا بلند کنیم بگین آقا من دوست دارم نصف شب خیلی زب نه تا اونجایی که به کسی آسیب نرسونین نه حالا کسی مثلا ناراحت شد این تصمیم گرفته. نه اجازه دارین ایمان داشته باشین و از تصمیم خودتون مراقبت کنین دوستان اگر کسی در این مسیری که شما یه تصمیمی دارین یه رویایی دارین یه هدفی دارین برنامه دارین شما رو ترکت کرد بزنین ترک کنه شما نمیتونین همه رو از خودتون راضی نگه دارین. شما نمیتونین همه رو خوشحال و خوشنود نگه دارین. حتی خانواده خودتون اکثر حداقل تو فرهنگ ما اینجوریه که همه خانواده پسرشون مثلا یا دخترشون فلان رشته رو انتخاب کنه فلان درس رو بخونه فلان کلاس رو بره بره مثلا فلان چیز چون فلانی میگه خیلی خوبه مثلا بره حتما مهندس آقا شاید یکی مثلا هنر دوست داره بره دانشگاه هنر یکی مثلا شاید پیانو دوست نداره گیتار دوست داره یکی اصلا شاید جاز دوست داره یکی ویالون پس شما اگه بخواین همه رو از خودتون راضی و خوشنود و خوشحال نگه دارین شما میشین اینه این یه عروسک خیمه شباسی یعنی مرد عروسکی باید شما رو اینجوری این پینوکیو چیز کنن که همه رو خوشنود کنین ولی تا چشم رو هم زندگی تموم شده یعنی به سرعت پنج, 5 سال 6 سال،, سال ده سال به سرعت میگذره پس به خاطر احترام به خودتون به وقت خودتون به روح و زندگی خودتون هم که شده انتخابی که تو زندگیتون داریم امروز میخوایم وارد دانشگاه بشین باید یه, مدت چای خودتون رو قرنطینه کنین از این لحاظ که باید بشینین به درس بخونین از خیلی چیزاتون باید بزنین خیلی چیزا رو باید, باید فدا کنین فداکاری انجام بدین چون هدفتون اینه که وارد دانشگاه بشین مثلا یک سال میخوایم وقت بزن این اینجا که از انگار من موم یه تیکه اینجوری بلا اینجا باشه خیلی بهتره نه پس هیچ وقت خودتون رو تو این فشار نذارین که همه رو بخواین راضی نگه داریم و یه احساس گناه ما خیلی همون حالا به خاطر فرهنگی تربیتی که شدیم و خیلی چیزای دیگه احساس گناه میکنیم برای انتخاب همون آخه چرا؟ هر جوری که میخواین لباس بپوشین البته به صورت عرفی ها مثلا توی مهمونی مثلا وارد میشه مثلا میگم یه مهمونی خیلی رسمی نمیتونیم با بیکینی وارد بشین اون مثلا مقدار ناجوره ولی اون لبا مثلا امروز دوست دارین سفید بپوشین سفید بپوشین دوست دارین مثلا قرمز بپوشین وای فلانی چی میگه اون چیزی که دوست دارین سلیقه خودتون نترسین از اینکه خودتون باشین ما خودتون باشین چشه اون ماشینی که مورد پسندتونه مثال میگم اگه میدونین در بودجه شماست مثلا میگم حالا ایران پراید داشته باشین نذارین خودتون رو تو کلی مثلا قرض و قوله برین دیویشیش بگین که مردم میگن باری کلا نه چون آخر آقابت رو سر خودتون خراب میشه اگر هدفتون اینه ورزش انجام بدین خیلی چیزای دیگه یا یه سری عادت ها رو ترک کردین گذاشتین کنار مثلا میگم این مدت سیگار میکشین نمیدونم مشروب زیاد میخوردین من اینجا نمیدونم کسی رو به اصطلاح تربیت و تنظیم کنم من خودم کلی ایراد دارم مثال دارم میگم و که این یه سری عادت بد و بذارین کنار یه سری عادت های خوب و جایگزین کنین حالا یه سری آمون تو رفتی دیگه مشروبم نمیخوری سیگارم خیلی خودتو گرفتی اینا افرادی هستن که میخوان شما احساس بد کنین نسبت به انتخابهای زندگی خودتون پس هیچ وقت از اون انتخابهایی که تو زندگیتون انجام میدین شرمنده نباشین احساس بدی انجام ندین اگر هم در آخر انتخابی تو زندگیتون داشتین فلان انتخاب انجام دادین اونی که میخواستین عذاب در یا مثلا بد شد بد که نمیشه یه چیز دیگه نسبت به طرز فکرتو اشکال نداره حداقل انجام بدین بعدها حسرتش رو و از اون اشتباه یاد میگین اگر هم اشتباه شده هر کسی که تو زندگیتون میخواین انتخاب کنیم دوست پسر دوست دختر زن شوهر نیاز به تعییدیه کسی ندارین شما این که اول و آخر دارین با طرف زندگی میکنین اون خونه که دوست دارین اون سگی که دوست دارین هر چیزی که دوست دارین بیشتر نمیتونم روش تایید انجام بدم نترسین مردم شما هر کاری که انجام بدین دوست آشنا فامیل همیشه به خاطر اینکه خودشون هدفی تو زندگیشون ندارن خودشون از خودشون ناراضی و ناراحتن دوست دارن به اصطلاح آینه خودشون باشن یعنی این آینه رو میخوان رو شما منعکس کنن به خاطر یه سری چیزهایی که خودشون به دست نیاوردن ترس که داشتن انتخابایی که خودشون نتونستن انتخاب کنن به خاطر دوباره اونها هم به خاطر فامیل و آشنا و دوست و رفیق و این جور چیزا حالا میخوان شما رو اینجوری کنن که شما به هدفتون نرسین یه مثال ساده بزن همین یوتیوب من زمانی که من شروع کردم من پارسال همین موقع حدود 100 150 تا سابسکرایبر داشتم دنبال کننده یا خانواده الان 3017 تا دارم پس یه کاری انجام دادم که تونستم به اصطلاح محتوا سازی کنم و این برای من خیلی اهمیت داره چرا چون زمانی که شروع کردم خیلی ها... که مثلا از من بیشتر دومال داداش تو بیشتر از 300 400 نهایت بتونی رد بشه اینجوری نمیگذره شاید آروم داره میره بالا شاید خیلی ها مثلا تو مثلا یک سال 5 تا ده هزار تا 20000 هزار صد هزار 200 هزار تا دنبال کنم ولی هنوز داره میره بالا پس نشون میده مسیر من درسته به دو زبونم هم همیشه گذاشتم انگلیسی و فارسی خیلی اومد من... نه چنل جدا بذار من هدفم من اه... برنامهم همینه این یه کانال دو زبانه هست خواهد بود برای همیشه قرار این کانال بین المللی بشه قرار همه دنیا اسم و صدای ما رو بشنم من کل هدفم از ساختن کانال یوتیوب اینه که بتونم به مردم کمک کنم حتی با چند تا حرف حتی از راه دور مردم بیان این کانال رو ببینن اصلا روحشون عوض شه بیان ببینن چه بکگراند خوبی منم هدف داشته باشم میتونم برم خارج از کشور میتونم زبان یاد بگیرم میتونم این ماشین رو داشته باشم میتونم به اهدافم برسم پس هر برنامه که دارین اگه هدف گذاشتین زبان بخونین زبان بخونین بذارین مسخرهتون کنه زبان میخوای خارجی شدی اصلا توجه نکنین به این تیکه کلامات تو خارجی شدی تو خودتو گم کردی اشکال نداره خود اون طرف خیلی چیزها رو حاضر بوده از دست بده که یک ثانی در جای شما زندگی کنه پس با حرف این اون گوشتون رو پر نکنین سعی کنین هر روز خودتون رو تصویه کنین ذهنتون رو تصویه کنین رو باوراتون رو بذارین روی دیوار بذارین جلوی خودتون همه شونا رو دنبال کنین نیاز به تاییدی حتی پدر مادر احترام میذارین ولی نیاز به تاییدی کسی ندارین اینو بپوشم دوست دارین اینو بپوشید اینو بپوش دوست دوست ریش نگه دارین ریش اینجوری کنی هر جوری که دوست دارین زندگی کنین به کسی هم آسیب نزنید بزنین مثلا خرابکاری کنیم آه اینجوری دوست دارم نمیشه دیگه یه سری قانون ها باید رایت کنیم ولی تا اونجایی که به کسی صدمه نرسونیم به هدف خودتون ایمان داشته باشیم باور داشته باشیم به تا... اگر مثلا میگم فلان ماشین دوست دارین ولی چون میخواین نظر یکی دیگر رو جلب کنین که مثلا خیلی هم برای بزرگه سری حرف اون رو نه این احترام شما رو از بین میبره یعنی اون شخص هم وقتی ببینه به, با... به اون به اصطلاح انتخاب خودتون باور و ایمان ندارین طرف یه چیزی میگه آ نه درست شما میگید نشون میده به خودتون احترام نمیذارین و اون شخص متقابل هم به شما احترام نمیذاره خودتون رو دوست داشته باشین عاشق خودتون باشین و از تک تک ثانیهای زندگیتون لذت ببرین نگین امروز وضعیت این کشور اینجوری نه وضعیت کشور هر چیزی میخواد میتونه باشه ولی شما هنوز میتونید زبان بخونید شما هنوز میتونید 10 تا شنا اون روز یعنی هر چقدرم بعد باشه شما هنوز تمرکز کنین زبان بخونید میتونین به خودتون برسین به آراستگیتون 10 تا شنا بزنین 10 تا شکم بزنین میتونید پیاده خیلی کارا میکنین پس دنبال بهانه نگردین برای یه سری کارا که نمیخواین انجام بدین و بذارین تقصیر این اونو این جور چیزا ممنون متشکرم شب روز خوبی داشته باشید